این جریان مال اواخریه که من در فدراسیون فوتبال آقای دادکان رئیس کمیته داوران و مسئول امور اداری فدراسیون، مدیر امور اداری فدراسیون فوتبال بودم. من همزمان برای اینکه قبل از مسابقات جام جهانی 2006 آقای دادکان داشت مقدمات مسافرت تیم ملی رو فراهم میکرد به خارج کشور، این حرفا در سوئیس تشریف داشتن. آقای اسمانی هم به من زنگ زد گفتش که یه آقایی به من زنگ زده گفته که من از جانب دوستات همکارای داورت که عربن و در امارات حضور دارن برات کادو بردم میخوام که بیارم بهت بدم. آقای اسفانی هم بهش میگه شما ببرید تهرون بذارید، شما تهرون بدید دفتر آقای قیاسی، خودش منو اومدم تهرون به من میده، مشکلی نیست. میگه نه من الان زنجانم، من الان شما رو ببینم دیگه خودم. میگه باشه بیام. کجا بیام؟ آقای اسفانی دعوتشون نمیکنه خونه، میگه که من مجتمع مسکونی فرهنگیان میشینم، شما بیان دم نگهبانیش، من میام میبینم. آقای اسفانی هم میره اونجا دم در، میبینه چیزی دستش نیست، بهش میگه که این پس این کادوات چی شد؟ این کادوات کو؟ گفت نه من بهانه کردم، من منظورم چیز دیگه است. میگه که ما قصد داریم تیم آ رو بخریم، ولی تیم آ الان داره میاد لیگ برتر، اگر بیاد لیگ برتر قیمتش میشه فلان میلیارد، ولی اگر اینجا شما یه کمکاری با ما کنه این تیم به بازه اول نشه تو لیگ یک که نیاد لیگ برتر، قیمتش 500 میلیون میشه، خیلی فرقشه. شما میتونیم ما بهتون بابت این کار 5 میلیون 100 میلیون بهتون بدیم که شما با ما همکاری کنید. آقای اسفانی هم میگه که راهتون اشتباه اومدید، برو تا پلیس صدا نکردم برو، با کسی صحبت میکنی که الان حرفا نیست. بعدش هم میگه که رئیس من اگر بفهمه بابای منو تو رو با هم در میاره، برو با نصرا. ما تو خونه بودیم که داشتیم، واقعیتش آپارتمان جدید گرفته بودیم، داشتیم کابینت می‌زدیم، اون بالا طبقه فکر کنم دوم بودیم اون موقع، سال 1300 فکر کنم 83 اینا بود، بعد یا 83 84 همچین موقعی بود. بعد ما دیدیم که زنگ در ما زده شد، ما گفتیم شما؟ گفتن منزل آقای اسفانیان. گفتیم بله. گفت اگه زحمت بکشید دو دقیقه ما با شما کار داریم. ما گفتیم خب بگید چه کار دارید؟ گفت اگه لطف کنید بیاید پایین. ما هم رفتیم اون پایین، دیدیم یه دونه تاکسی هست، بعد دو تا هم از این ماشینای شاسی بلند، حالا پرادو بودن چی بودن، دم در خونه ما بودن. بعد گفتن که آقای اسمانیان شما داور بازی فلان بازی هستید؟ ما گفتیم بله ما داورش هستیم. بعد گفتم که شما؟ گفت ما اومدیم که شما به ما کمک کنید. گفتم چیش اینجا رو به شما نشون داد؟ گفت این تاکسیه. بعد ما دیدیم بله شماره زنجان و فلان، ایشون هم ما رو میشناخت اون تاکسیه. هیچی با ما گفتیم بفهمید. گفتن که شما این بازی رو کمک کنید که این تیم ما برنده بشه فلان بشه. گفتم من نمیتونم این کار رو بکنم، من که داور بازی هم، من که نمیتونم این کار رو بکنم. نه ما نمیدونم یه کارهای برای شما انجام میدیم. یعنی گفتم مثلا چه کار میکنیم؟ گفتن که مثلا ما میتونیم 100 میلیون به شما بدیم اول قبل از بازی، 100 میلیون هم بعد بازی به شما میدیم، 15 روز هم اون ور آب خدمت خانواده شما هستیم که از شما پذیرایی کنیم. من اصلا باور کنید اونجا اگه منو میدیدید من فکر کنم رنگ پوست شده بود مثل گچ، خودم هم میلرزیدم. از یه طرف میدیدم دوتا ماشین رنگش سیاه، سه چهار نفر اومدن با این با کت شلوارهای سیاه و نمیدونم فلان، خودشون هم از این گنده مونده ها بودن. بعد من گفتم و من نمیتونم این کار بکنم، هی از اینا اصرار از ما این کار. من دیدم اینا هی مردم هم میان میرن
فکر میکنن اینجا چه خبر. گفتم باشه شما بفرمید. حالا گفتم پس ما با این شماره با شما تماس میگیریم. یه زنگی به موبایل ما زدن و بعد گفتم با این شماره تماس میگیریم. بعد این خانوم هم از اونجا صدا میزد بابا بیا چیکار میکنی؟ گفتم الان این آقایون برن من میام بالا. بالاخره اینا رفتم، من در حالی که فکر کنم میلرزیدم، یعنی خودم مثلا الانم دارم صحبتشو میکنم نمیدونم چجوریه. بعد رفتم اون بالا به آقای قیاسی زنگ زدم. اون موقع آقای قیاسی رئیس کمیته داوران بود. اسپانیان به من زنگ زد، اسپانیان به من زنگ زد که آقای رضا یه همچین جریان شده، اومدن به من گفتن اینجوری. و گفتم شما چی گفتی؟ گفتم من پاسخ لازمه رو بهشون دادم و اینا رفتن. گفتم که بذار من با آقای دادکان تماس بگیرم. من با دفتر آقای دادکان تماس گرفتم. خانم محتشمیان که اون موقع رئیس دفترش بود به من گفتش که آقای قیاسی ایشون سوئیس تشریف دارن، زوریخ هم رفتن فیفا. گفتم خب ایشون که تلفن بنوعلی داره دیگه، با تلفنش بگیر بهش بگو، بگو من باش کار دارم به من زنگ بزنه. به ما یه رو دیگه دیدم آقای دادکان زنگ زد. حاجی رضا چیه، چه خبر شده؟ ایشالا خیره. گفتم خیره. گفتش که گفتم اینجوری شده، یه همچین جریان واسه آقای اسپانیا پیش اومده، اینم بازی آخر فینال اون دسته است، اگر که چه بکنیم؟ ما داور عوض کنیم، آقای اسپانیا عوض کنیم، واستیم و برنامه بریزیم با این آدمایی که اومدن پیشنهاد کردن و بگیم آقای اسپانیا، چون تلفن داده بودن به آقای اسپانیا، بگه که آره بیاین با هم صحبت کنیم، پلیس بیاریم بگیریم. گفتش که با آقای پهلوان هماهنگ کن که دبیر کل فدراسیون بود، با هم برید با آقای فرهانی مدیر کل حراست سازمان تحریم امنی برنامه‌ریزی کنید. بالاخره آقای فرهانی بعد دو رو به من زنگ، پهلوان باهاش صحبت کرد و بعد دو رو به من زنگ زد که آقای یاسی چیه؟ گفتم یه همچین جریانیه. گفت میخواد چیکار کنی؟ چی به فکرت میرسه؟ گفتم که واسه اینکه تا حالا بارها از این چیزا پیش اومده و هیچکس برخورد مثبتی نداشته، اگه ایزه بدی من خودم هماهنگ میکنم با داستانی با پلیس، به این آقا میگیم که پول نقد بیار، بیا سر زمین، اونجا که پول نقد آورد میخواد بده میگیریمش. گفت نه 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 نه، شما این کارو نکنید و این چیز داره سر صدا میپیچه فلان میده. اون برنامه‌ای که ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم پشت پرده که اصولی برخورد کنیم با هم، اون همه رو بعد میبره. ما هم گفتیم آقا ایشون مدیر کل حراست سازمان تحریم امنی بالاخره بهتر میدونه و چیزی نکرد. خلاصه این جریان طول کشید، یعنی این آقا به ما خبر قرار بده که دقیقا گذاشته که صبح روز مسابقه یا شب مسابقه به ما گفتش که نه این کار نکنه. خب چیکار کنیم؟ خب بهترین شه که داور عوض کنید. علی رغم اینکه ما آقای اسپانیان رو گفته بودیم اومده بود تهران برای قضاوت، ولی بهش گفته بودیم هتل نره، تلفنش خاموش کنه، کسی نتونه پیداش کنه تا ما ببینیم چی کار. آقای اسپانیان شب رفت منزل آقای عسکری با هم دوستان و با هم چیز دارن. به هر حال اونجا آقایون باز هم میفهمن که آقای اسپانیان خونه آقای عسکریه. به هر حال اینجور اطلاعات هست. به اصطلاح گفتم همون دوره قبلی که من با آقای قیاسی بودیم سال 84-85 همین قضیه سر یه بازی اتفاق افتاد. اتفاقا داورش هم آقای اصفهانیان بود که اینها خیلی خوب برنامه‌ریزی کرده بودن که چیز بشه و ناچار شد تشکیلات که آقای اصفهانیان رو برداره یه داوری رو بذاره که حالا نگو اون داور اینو برنامه‌ریزی اونا بود دیگه، برنامه‌ریزی اونا بود که اون داور مورد علاقه اونا ناخواسته توسط تشکیلات چی شد؟ گزینش شد. بله من اون موقع آقای قیاسی رئیس کمیته داور بود، بندم به عنوان به اصطلاح معاونشون بودم اونجا بودم. ببینید که حتی اون شب ما همین آقای اصفهانیان و من شب بردم خونه خودمون. عجیبه، حتی اومده بود شبم اومده بود تهران اینجا بود متا وقتی این قضایی ها اتفاق افتادن من شب به اصطلاح با آقای اسمانیان رفتیم خونه خودمون شب اونجا بودیم و فلان. اون داورم عوض شد، آقای اسمانیان عوض شد، داوری رو گذاشته شد که اونا میخواستن. یعنی ببینید چقدر مافیانه کار میکنن. مثلا هدف جای دیگه بود. بله هدف جای دیگه بوده. خونه آقای عسکری
زنگ میزنن. داماد آقای عسکری موگوشی بر میداره، خودشو معرفی میکنه، چون فامیلیش با یکی از داورای ما، کمک داورای ما که تو همون بازی هم قرار بود کمک داور باشه یکی بوده، میگه بعد فلانی ما میخواستیم با شما هم صحبت کنیم فلانی حرفا، خودشون لو میدن، در حالی که یه همچین چیزی نبوده، یعنی اون هم اس فقط بوده با اون. به هر حال صحبت میکنن و بازم پیشنهاداتش رو چیز میکنه که آقای سوانیان میگه که بازم را تون اشتباه اومدید و برا، وگرنه مشکل ایجاد میشه واسه تو. به هر حال شبانه ما چون فردا بازی بود دیگه، رفتیم تهران، من هتلم نرفتم چون گفتم من که بازی رو نمیخوام قضاوت کنم، برای چی برم هتل؟ رفتم خونه آقای عسکری، یکی از دوستای خوب ماست، ایشون داور بین‌المللی بودن، رفتیم خونه ایشون. بعد به آقای قیاسی تماس گرفتیم، گفتیم ما این بازی رو قضاوت نمی کنیم. گفت بس قضاوت نمی کنی، بیا توی استادیوم. بعد گفتم باشه، ما میام استادیوم. با آقای عسکری فردا بلند شدیم بعد از ظهر، رفتیم استادیوم. بعد ما لخ نشدیم، گفتیم ما چه قضاوت نمی کنیم، یه داور دیگه این بازی رو قضاوت کرد. که بعد از بازی که اتفاقی افتاد که به نظر من نباید می افتاد، حالا چه عاملی شد چه چیزی شد، بالاخره اون تیم همون که باید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. یعنی اون تیمی که اومده بودن پیش ما و فلان و بهمان که مثلا ما بیاییم و قضاوت بکنیم، خدای نکرده حقی از تیم مقابل ضایع بشه، متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اونا برنده بازی بودن. بعد با آقای قیاسی صحبت کردیم، گفتیم که شما پیگیری کنید فلان کنید، هرچی حالا به اون شماره که به ما داده بودن، البته اونا چند بار با ما تماس گرفتن قبل از بازی، هی ما میگفتیم حالا ببینیم چی میشه فلان بهمان دیگه، چون کاری نمیتونستیم بکنیم. بعد با آقای قیاسی دادیم که اینا رو پیگیری بکنن فلان بکنن، حالا دیگه به چه مرحله ای رسید خود آقای قیاسی میتونه بیشتر توضیح بده، چون بعد اون دیگه ما پیگیر نشدیم. ولی میخوام بگم که اینا ما رو از دور خارج کردن، به نظر من ما رو از دور خارج کردن، یعنی من خودم تحلیلم این بود که میخواستم من اون بازی نباشم، همه اینا برنامه بوده که خودشون هم میدونستن ما این کارا رو انجام نمیدیم. ما ولی به ناچار به توصیه آقای دادکان که همین جور پیگیر بود، آقای دادکان یکی از حسناش این بود که فدراسیون بود، اگه چیزی پیش میومد پیگیر بود، رها نمیکرد، پیگیر بود که این جریان چی میشه. به ما گفتش که حالا عوض کن داورو. ما متاسفانه داور رو عوض کردیم و آقای اسپانیان نفرستادیم به اون داور. من حالا اصلا قصد و غرض و این ندارم که خدا و شاهد میگم تهمت بزنم، ولی اون داور که از بزرگان داوری ما هم بود رفت، نتیجه قضاوتش همون چیزی شد که اونا میخواستن، یعنی اینکه به نفع این تیم A باید یه پنالتی میگرف، نگرفت، رفت اون ور واسه تیم B یه پنالتی گرفت که نبود، این برای اینکه بود و نگرفت اون ور بود، و نتیجه همون شد که آقایون میخواستن. حالا این اون چیزی که اتفاق افتاده هست، ما هم قصد غرضی نداریم، ولی میخوام بگم که این مسائل توی فوتبال ما پیش میاد، بایستی اون آقایونی که دستن در کارن، دارن کمیته داوران اداره میکنن، دارن فدراسیون اداره میکنن، در جریان باشن. امروزه که پول فوتبال پول بیشتری داخلش شده، آدمای ناجورتری داخلش شده که میخوان این زندگی کنن، حواستون جمع باشه به این آقایون، این آقایون رها نکنن و واسن و برخورد کنم با این قضایا. از این چیزا زیاده.